بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناصر واجعلنا من خير أنصاره وأعوانه. اللهم لعن الجبت والطاغوت، اللهم لعن أبا الشرور وأتباعه. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بینندگان محترم سه شبکه، بینندگان محترم شبکه جهانی امام حسین علیه السلام، بینندگان محترم شبکه آقا امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و بینندگان محترم شبکه سلام. وقت شما به خیر، نماز و روزه هاتون قبول باشه ان شاء الله، هر جا هستید صحیح و سالم باشید و خدا رو شاکریم از این طریق، از طریق برنامه سلام کربلا به صورت زنده و مستقیم از استدیوی بین الحرمین شبکه جهانی امام حسین علیه السلام در شهر مقدس کربلا و در همجواری با حرم مطهر آقا سید الشهدا سلام الله علیه در خدمت شما حسینیان در جای جای این کره خاکی هستیم. الحمدلله رب العالمین این توفیق رو داریم که از امروز در خدمت شما بزرگواران باشیم به مدت 3 روز، دوشنبه، سه شنبه و چهار شنبه به مناسبت ایام عید سعید فطر. الحمدلله رب العالمین باز خدا دعوت خودش رو ادامه داد و اجازه داد امروز هم سر سفره پر خیر و برکت این ماه عظیم قرار بگیریم، ان شاء الله بهترین استفاده ها رو بکنیم. از امروز در خدمت شما و حضرت حجت الاسلام حاج شیخ قاسم رجبیان هستیم با موضوع عید سعید فطر، فضائل زیارت آقا سید الشهدا و اعمال این ایام و اینکه ان شاء الله نتیجه گرفته باشیم از کارهایی که در طول این ایامی که گذشته از اعمال خودمون، رفتار خودمون، هر اون چه که تونسته باشیم معارف اهل بیت رو دریافت کردیم از عزیزان سخنور، از عزیزان خطیب و ان شاء الله همه اینها مایه رستگاری برای خودمون و اطرافیانمون باشه. بیشتر از این طولش ندم، اجازه بدید به نیابت از شما خدمت
عزیز دلم جناب استاد رجبیان عرض سلام و خوش آمدی داشته باشم و انشاءالله بپردازیم به موضوع برنامه. جناب رجبیان سلام علیکم و رحمت الله، قبل الله اعمالکم، به استدیوی بین الحرمین خوش اومدید. علیکم السلام و رحمت الله. من ده هم عرض سلام دارم و تبریک و تهنیت خدمت حضرت عالی و بینندگان عزیز، در خدمتتون هستم. خواهش میکنم حاج آقا، همینطور که از اسم برنامه مشخصه، البته در آیتم این سه روز ویژه برنامه عید سعید فطر، ما حالا تا پایان روز هنوز به قول معروف مهمان هستیم، هنوز و در خود ماه مبارک رمضان هستیم و خدای تبارک و تعالی همچنان اجازه داده که سر این سفره پر خیر و برکت باشیم. اگر اعمالی رو قرار بوده انجام بدیم و به فرض مثال یا ناخواسته از قلممون افتاده، چه اعمال خوبی داره امروز و امشب که انشاءالله عزیزان بیننده و ما هم بتونیم استفاده بکنیم و انجام بدیم؟ خواهش میکنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شود که حضرت سجاد علیه السلام سلام الله علیه یک خطابی دارن به ماه مبارک که میفرماین که السلام علیک یا شهر الله الاکبر و یا عید اولیائهی. امام سجاد علیه السلام کل ماه مبارک رو عید اولیاء خدا خطاب میکنن، یعنی ما در واقع از اولی که وارد ماه مبارک میشیم وارد عید شدیم و عید فطر عید در عیده، یک عید بزرگه که حالا توضیح میدیم که در مورد خود عید فطر، اما یه اشاره اجمالی حالا اونم میرسیم، اونم توضیح مفصلی میدیم. خواهش میکنم. از مهمترین و بهترین اعمال شب عید فطر و روز عید فطر زیارت قبر حضرت سید الشهدا علیه السلام در کربلای معلاست. روایت می‌فرمایند که هر کسی در این شب و یا در این روز به سرزمین مقدس کربلا بیاد نزد قبر شریف حضرت سید الشهدا، خدای تعالی اجر و ثواب زیادی برای این عمل مقدر فرموده، من جمله بخشش جمیع گناهان اون شخص. یا الله، اللهم ارزقنا و ارزق بینندگانمون ان شاء الله. لذا حتی در شبهای احیا و شب قدر، چون اونچه طبق روایات به ما رسیده میشه به این نتیجه رسید که به احتمال خیلی زیاد شب 23 شب قدر باشه، این احتمالش خیلی قویه در روایت. هر چند و حتی اگر شب 23 شب قدر باشه، اما شب 19 و شب 21 هم، یعنی به فرض این که شب قدر نیست، یعنی الان امام زمان علیه السلام عجل الله تعالی فرجه شریف ظهور فرمودند و مشخص کنند، اگر مشخص کنند، چون اهل بیت عصمت و طهارت قبل از آقا صاحب الزمان مشخص نفرمودند و فرمودند این سه شب رو قد بدون، ما اگه مشخص کنیم ممکنه شما همون شب رو چیز کنید. حالا به فرض این که مشخص بشه، باز خود شب 19 فی نفسه، خود شب 21 فی نفسه، اینا موضوعیت دارن. اصلا شما در مفاتیح هم که باز میکنید دو سری اعمال، اعمال مشترک و اعمال مخصوص، پس این موضوعیت داره. حالا در همه این سه شب، چه 19 چه 21 چه 23، یک عمل بسیار مفید و بزرگی که
انسان یقین داره، یعنی ما در شب قدر ادعیه مختلف میخونیم، حالا وارد شده، بله، سوره های مختلف قرائت میکنیم، اعمالی داره دیگه، به کسب علم هم ممکنه بپردازیم که بهتر از تعلیم و تعلم بهتر از سفارش عمل شده، بله. اما هیچ کدوم از اینها معلوم نیست ما رو به کجا میرسونه مگر زیارت قبر حضرت سید الشهدا در کربلای معلا، یا حالا این وارد شده در هر جای جهان. انسان اول باید سعیش این باشه که بیاد کربلا، این اصل اینه. حالا اگه نشد، واقعا سعی کرد و نشد، چون بعضی واقعا سعی نمیکنه، برای خودشون دارن زندگیشون میکنن، حالا یه سلام هم میدن، اونم خیلی خوبه ها، اونم خیلی خوبه، اما اون چه وارد شده اینه که اینجا موضوعیت داده خدای تعالی به سرزمین مقدس کربلا و دوست داره که این سرزمین دائما همون طوری که از انبیا و ملائکه و جنها و اینها رفت و آمده برای زیارت قبر شهید، یعنی در بعد ملکوتی کربلا اگر کسی چشم ملکوت بین داشته باشه، دائما فوج فوج ملائکه، فوج فوج ارواح مؤمنین، انبیا، اینها میان و زیارت میکنن، متبرک میشن، و خدای تعالی دوست داره این فوج فوج انسانها هم باشه و همیشه ادامه داشته باشه. شما در شب قدر ممکنه کسی به کسب ما، چون یه سری اعمال وارد شده، اما تعلیم و تعلم و کسب علم فضیلت داره بر همه اون اعمال. حتی این کسب علم ممکنه انسان رو به تکبر بکشونه، ممکنه انسان رو به عجب بکشونه، ممکنه انسان اشتباهاً چیزی رو به اسم علم کسب کنه، احتمالاتی هست، اما هیچ احتمال سوئی در زیارت قبر حضرت سید الشهدا در شبهای احیا نیست. چه در شبهای احیا، چه در مابقی ایام و لیالی سال، هر کسی با هر عقیده و دین و مذهبی به زیارت حضرت سید الشهدا بیاد، دست خالی بر نمیگرده. هر کسی با هر دین و آیین و عقیده‌ای، لحاظ است که میبینیم در حرم مطهر آقا سید الشهدا انواع اقسام افرادی که از ادیان مختلف هستن، اصلا مسلمان نیستن، مسیحی هست، غیره غیره، اینها مخصوصا در زیارت اربعین میبینیم زائرین آقا سید الشهدا رو. بله، و مهمتر از این مسائلی است که خود اینا بیان کردن، حالا یا به صورت کلیپ هست یا کتاب کردن، که جواب هم گرفتن، حاجت هم گرفتن، به نتیجه هم رسیدند. لطف و عنایت حضرت سید الشهدا بر اونها بوده. این خیلی مهمتر از اون قسمت اوله، یعنی این مهمه که اینها نتیجه رو دارن میبینن. ببخشید، خواهش میکنم. این اجمالا حضرت زین العابدین کل ماه مبارک رو عید اولیا و انبیاء خوندن. در اون سلام اسمی از انبیاء نیامده، اما صحیح. خب انبیاء جزء و از، یعنی میشه انبیاء رو اولیاء الله خطاب کرد. بله. عید کسانی که مؤمنند، مؤمنین حقیقی، اولیاء خدا، ماه مبارک براشون عیده. عید خب تعاریف و توضیحات زیادی در مورد عید دادن. اصلا خود کلمه عید برگرفته از چی هست و به چه روزی، چه موقعیتی، چه مناسبتی عید اطلاق میشه؟ عید به معنای بازگشت و برگشته. باز در مثلا لغت من نگاه میکردم به ایامی که انسان به خوشی، به گشایش، اینها میرسه عید میگن. عید یعنی بازگشت، بازگشت به فطرت، بازگشت به دین، بازگشت به سمت خدای تعالی. شاید
اید به معنای انا لله و انا الیه راجعون باشه، ولیکن این آیه به قدری در وقتی که کسی از دنیا میره استعمال شده که آیه استرجاع. بله. و اید باز ما نوشتن زمانی که حضرت عیسی، حواریون حضرت عیسی، اسقال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل یستتی او رب که ینزل علینا مائدتا من السما، وقتی که حواریون حضرت عیسی طلب مائده کردن، طلب کردن حواریون حضرت عیسی اون چی که در حالا مورد بحث ما نیست در تفسیر اومده، اینها از روی شک و شبه و عناد نبود. صحیح. اینها میخواستن واقعا متبرک بشن. متبرک بشن و مثلا درخواست حضرت ابراهیم برای زنده کردن مردگان که از روی عناد نبود. لذا خدای تعالی اونا رو اجابت فرمود که آیه شریفه فرمان قال عیسی ابن مریم اللهم ربنا انزل علینا مائده من السما تکون لنا عیدا لاولنا و آخرنا و آیه منک ورزقنا و انت خیر الرازقین. بعد این نزول مائده اون چه که در بهار جلد 14 هم به اون اشاره شده در روز یک شنبه بود، لذا میبینیم که تا همین الان مسیحیت یک شنبه رو عید میدونه و تعطیلشونه و در معنای عید فطر که در لغت نوشته بودن یه اشاره به این جریان کرده بودند که شاید به خاطر اینکه در روز عید فطر انسان دیگه اجازه اینکه روزه بگیره نداره و بر میگرده به افطار کردن و غذا خوردن به ایام عادی. بله، اینو عید گفتن. اما مهمتر از همه اینه که مائده و رزق مادی و معنوی در این روز که شما میبینید این از اسامی این روز که آقا رسول الله ظاهرا میفرمایند وحیت و سما لیلت الجوائز، شبیست که به شب جایزه، جوائزی به بندگان خدای تعالی از ناحیه خدای تعالی داده میشه. شب خیلی درس ها در نهفته در عید فطر، درس عبودیت که خدای تعالی هم فرمان که و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. عبودیت به معنای اطاعت و مطیع بودن، اصل عبودیت. ما یک ماه مأمور بودیم، وظیفه داشتیم، وظیفه شرعی روزه بگیریم. در روز اول شوال که عید فطره ما اجازه نداریم روزه بگیریم، یعنی اگه کسی روزه گرفت کار حرامی انجام داده. همونطور که اون دستور رو اجرا کردیم بیچونه چرا، این دستور هم باید اجرا بشه باز بیچونه چرا. و احسنتم، یعنی خدای تعالی میخواد به ما بفهمونه و تکرار و تمرین بشه برای ما که شما همواره باید اون روحیه عبودیتتون رو زنده نگه دارید. تا امروز واجب روزه بگیرید و حرامه که افطار کنید، فردای اون روز حرامه که روزه بگیرید. تو این یک ماه باید روزه بگیرید، تو اون روز نباید روزه بگیرید. عبودیت. درس بعدی که در این عید درس اتحاده. خدای تعالی میخواد که مشیت خدای تعالی این بوده از اول، جمیع مردم کره زمین بر یک دین و آیین واحد باشن، همونطور که الان
آقا صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف وقتی که ظهور بفرمایند، ان شاء الله این مسئله عملی خواهد شد. جمیع مردم کره زمین بر یک دین و آیین واحد میرن. این مشیت خدای تعالی بوده از اول، اتحاد. خدای تعالی میخواد که جمیع مخلوقات متحد باشن، یک دین داشته باشن و متحد هم باشن انشاءالله. آجا ما تا پایان این پارت از برنامه که در خدمت شما هستیم حد اکثر 5 دقیقه فرصت داریم. حالا بزرگواری فرمودید مشخصات ایام ماه مبارک رمضان، فضائل اعمال، کسب علم و همه اینها رو فرمودید. در این چند ساعت باقی مانده از ماه مبارک رمضان چه کاری رو انجام بدیم که نیکو باشه و بتونیم انشاءالله خودمون رو در زمره عابدان حقیقی و افرادی بدانیم که حقیقتا مطیع و فرمانبردار خدای تبارک و تعالی باشه. یک قیدی در جمیع اعمال هست. بله، من در اول عرایزم در مورد فضیلت زیارت حضرت سید الشهدا عرض کردم. فرمودید بله. و فضیلت زیارت دیگر اهل بیت. اون چه که در مورد زیارت حضرت سید الشهدا عرض کردم در روایت ادامه داره، قید داره، مشروطه به عارفن به حقه. احسنت. این قید عارفن به حقه. ما همون قدری از نمازمون، از روزمون، از ماه مبارک، از زیارتمون، از هر چیزی بهره خواهیم برد که معرفت به اون داشته باشیم. مهمترین، لذا عرض کردم که روایت داریم در شب قدر احسن و افضل از جمیع عبادات کسب علمه. چرا؟ چون کسب علم کسب معرفت میاره. بهترین و مهمترین عملی که از لحظه اول رمضان تا آخر رمضان ما میتونیم به اون مبادرت داشته باشیم و به نفعمون هست و همون فهم و درک و معرفتمونه که هرچقدر بالاتر باشه به همون درجه، حالا قیاس در مثال مناقشه نیست، مثلا دیدید که این کارمندان دولتی مناسب با مدرکشون حقوق میدن، این لیسانس اینقدر حقوق بهش میدن، همین مثلا رفیقش دکترا داره، شاید هم کارشون یکیه، بیشتر تفاوت داره. بله، اون مدرک شما در بعد معنوی بیارید همین معرفت، به میزان معرفتی که ما داریم. لذا در این اکثر اعمال این قید عارفن به حقه رو اصلا اهل بیت علیهم السلام فرمودند. بهترین کاری که ما میتونیم بکنیم تا هم از عیدمون بهترین بهره رو ببریم، هم از زیارت هامون بهترین بهره رو ببریم، هم از روزه و ماه مبارک رمضان بتونیم بهترین بهره ببریم، اینه که معرفتمون به خدا و اهل بیت عصمت و طهارت زیاد کنیم. اون معرفته که اگه زیاد شد اون طرف از اون سمت کره خاکی بلند میشه برای شب عید فطر یا روز عید فطر خودشو به کربلا میرسونه. اگه معرفت زیاد نشد ممکنه اصلا نیاد یا نهایت از همونجا یه سلام بده. قید معرفته که اگه ما کسب کنیم از ماه مبارک رمضان هم بهره بیشتری میبریم، از عید شب و روز عیدم بهره بیشتری خواهیم. خدا خیرتون بده. ممنونم، متشکرم از اینکه وقت گذاشتید با گرفتاری هایی که داشتید. در خدمتم. به هر حال این فرصت رو به ما دادید که باز هم در خدمتتون باشیم. امیدواریم صحیح و سالم باشید فردا و روز بعدش هم باز باشه که بتونیم از محضرتون استفاده بکنیم. خواهش میکنم، توفیقی است، من در خدمت شما و بینندگان عزیز هستم. خواهش میکنم، تشکر میکنم. و اما شما عزیزان بیننده، تا ببینیم یک میان برنامه کوتاه رو با هم دیگه انشاءالله. شماره تماس برنامه باز بشه و خدمتتون باشیم که در این روز آخر ماه مبارک رمضان شما هم
زائر آقا سید الشهدا سلام الله علیه باشید که الحمدلله رب العالمین یه چیزی در حدود نزدیک به 1 ساعت 60 دقیقه فرصت هست که خدمتگزار شما باشیم، مخصوصا در این روز عزیز. با هم بریم و برگردیم. عرض سلام مجدد دارم خدمت شما بینندگان محترم شبکه های جهانی آقا امام حسین علیه السلام، آقا امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و شبکه سلام. به کربلا خوش اومدید. نماز و روزه هاتون قبول باشه ان شاء الله. این همیشه آرزوی قلبی من هست که میگم. حالا بعضی از رفقا هم میگن آقا خیلی تکرار میکنی، ولی هیچ اشکالی نداره، ما از باب تذکر به خودمون عرض بکنیم که خواهیم بگیم یادتون هستیم و همیشه دوست داریم همینطور که خودمون الان در ناز و نعمت زیارت آقا سید و شهدا هستیم، انشاءالله برای شما هم این خیر رو بخوایم، شما هم هر چه زودتر مشرف بشید و از نزدیک زائر امام حسین علیه السلام باشید. زیارتی که دنیا و آخرت به دردمون میخوره، زیارتی که خیلی ها وقتی که درک کردن، وقتی که استفاده کردن، همینطور که فرمودن جناب آقای رجبیان، عارف شدن به حق امام معصوم، خیلی کارها کرده بوده اون فرد، از دار دنیا که رخت بربسته، دستش از دنیا کوتاه شده، سوال کردن، دیدن که الحمدلله در ناز و نعمت هست، پرسیدن آقا چه چیز کدوم یکی از اعمال تو رو به این درجه و مقام رسونده، بالاتفاق جواب داده شده، آقا سید الشهدا به دادم رسیده. یا آقایی که میگفتش که اینطور که نقل میکنن گفته بوده آقا جان من این همه تألیفات داشتم، گفتم خب اون که وظیفت بوده، علمی رو یاد گرفتی باید با دیگران به اشتراک میگذاشتی، باید زکاتش رو پرداخت میکردی، آقا جان این کار رو کردم، بیمارستان بنا کردم، بیمارستان رو بنا کردی، مردم ازش استفاده کردن و اسمت افتاد سر زبونها، حاجی فلان، حاجی فلان، بیمارستان ساختن و به به و چهچهاش رو در دنیا شنیدی و دیدی، یه احترام ویژه مردم برات قائل شدن. ولی نگران نباش، چند عمل داری که بالاترین عملت این بوده که ارادتمند خاص آقا سید الشهدا سلام الله علیه بودی، موقعی که نام مطهر و مقدس آقا سید الشهدا به زبانت میخواسته جاری بشه، ناخودآگاه با قطره اشک همراه بوده.
ناخودآگاه مظلومیت آقا سید الشهدا مد نظرت قرار گرفته و در خانه خدا با قطره اشکی گله کردی که عجب، فرزند پیامبر بود، فرزند بهترین مخلوقات خدا بود و از این موارد. امیدوارم هر چه زودتر هر عزیزی از هر کجایی که دوست داره مشرف بشه و از نزدیک زائر باشه و از خیرات و مبرات و برکات این زیارت قطعا استفاده میبره، به دیگران هم برسونه. قلبهاتون آماده است؟ روز آخر ماه مبارک رمضانه، مواظب باشیم از ارباب عالم، از رب الارض، از امام الارض کم نخواهیم. خدای تبارک و تعالی در قبال اون چه که آقا سید و شهدا خالصا مخلصا برای خدا تقدیم کرده، خدا هم دست آقا سید و شهدا رو باز گذاشته. مواظب باشیم اون کلامی که معروف هست، گرگدا کاهل بود تقصیر صاحب خانه چیست، شامل حال ما نشه و به بهترین وجه بتونیم گدایی بکنیم. آماده اید؟ دلهاتون آماده است؟ یا علی، هر که دارد هوس کرب و بلا، بسم الله. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها عدد ما أحاط به علمك. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى أم المؤمنين، السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله يا أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، السلام عليك يا مولاي يا أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ساقي عطاشا كربلاء، السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين والحسن والحسين صلوات الله عليهم، السلام عليك وعلى أمك أم البنين وعلى إخوانك وأخواتك وعلى أطفال الحسين المظلومين، يا كاشف الكرب عن وجه الحسين اكشف كروبنا بحق أخيك الحسين، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. اللهم ارزقنا حرم آرزوم کربلا برم، آرزوم کربلا
کربلا برم، آرزوم کربلا برم. نکنه میخوای بگی که برات نوکر نمیشم، نکنه میخوای بگی که از این بهتر نمیشم، نکنه میخوای بگی که از این بهتر نمیشم. خدا اون روز و نیاره که برات گریم نگیره، خدا اون روز و نیاره. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج. بنيابتي پدر برادران خواهران، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى عباس الحسين. السلام عليك يا أبا الفرز العباس، السلام عليك يا أبا الفرز العباس، السلام عليك يا إمام حسن مجتبى، السلام عليك يا زينب الكبرى، السلام عليك يا حضرة فاطمة، السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا حضرة محمد، السلام عليك يا خديجة الكبرى. حالا میدم به داداشیم. ام داداش من میخواد سلام بده. خواهش میکنم، زیارت شما قبول باشه ان شاء الله. سلام علیکم. السلام عليك يا ابا عبد الله. عليك مني سلام الله ابدا ما بغيت وبغي الليل والنهار، ولا جعل الله آخر العهد مني زيارتك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى زبان الحسين. يا أبا عبد الله الحسين مريضة خيلي مريضة، شفاش بتك يا حسين. يا مريضة خيلي مريضة عزبال. ان شاء الله به حق آقا سید و شهدا سلامتی تمام بیماران، همه بیماران ان شاء الله لباس عافیت بپوشن. سلامت دست. خواهش میکنم یا علی مدد، قبول باشه زیارتتون، حاجت روا باشید و ان شاء الله خیلی زود تماس میگیرید و میفرمایید از برکت دعای بینندگان و آمین آقا امام زمان بیمار شما هم بیماران همه انشاءالله شفای عاجل پیدا کردن. ممنونیم از تماستون. و یا علی مدد، یا ابا عبدالله الحسین، دیگه وقت زیادی نمونده تا پایان برنامه، تماس بعد رو دریافت بکنیم. سلام علیکم و رحمت الله. ممنونم، متشکر. به کربلا خوش اومدید، بفرمایید زیارت. عیدتون هم مبارک. عید شما هم مبارک باشه انشاءالله. السلام علیکم یا ابا عبد الله و الارواح التي حلت بفنائك، علیکم السلام الله علی الحافظ و بابا يا ليل ولا اله الا الله اقل احد مني بزياره. سلام على الحسين وعلي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين رحمه الله عليك. السلام عليك يا العباس يا قناة، السلام عليك يا الكبرى، السلام عليك يا حسن القيه، السلام عليك يا صاحب الحسين. خذ الله فهمك شفای همه مریضان، آقابت خیلی
مهدی امیر جوانا برای باقی امام زمان و هر جلد و علی جلد التماس دعا دارم از ماجا قبول باشه زیارتتون حاج اطروا باشید انشاءالله ممنونیم از تماستون انشاءالله که خیلی زود مشرف بشید همراه با خانواده صحیح و سالم به کربلای معلا و از نزدیک زیارت کنید آقای امام حسین علیه السلام و اما تماس بعد رو دریافت بکنید. سلام علیکم. سلام های میخنم زاده، وقت شما بخیر. وقت شما بخیر، نماز روزهاتون قبول، به کربلا خوش اومدید. بفرمایید زیارت. خیلی ممنون، متشکرم از برنامه خوبه. خواهش می‌کنم. ای وای بنده خدا داشت آماده میشد سلام بده تا برنامه تموم نشده به نیابت از این عزیز عرض بکنیم السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین السلام علیکم یا اهل بیت النبوه جمیعا و رحمت الله و برکاته. انشاءالله این برادر عزیزمون هم حاجت روا باشن و هر چه زودتر مشرف بشن از نزدیک زائر امام حسین علیه السلام باشن. تماس بعد. سلام علیکم. علیکم السلام. عید تو مبارک باشه پیشا پیش. عید شما هم انشاءالله مبارک باشه. نماز روزهاتون انشاءالله عیدمون ظهور صاحب زمانمون باشه. یا الله، اللهم آمین، اللهم آمین. بفرمایید زیارت. خیلی ممنون، دستتون درد نکنه. التماس دعای مخصوص دارم. ما هم به شما التماس دعا داریم. خواهش می‌کنم. محتاجم به دعا. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعدها و بنیها و سر مستودع فیها و عدد ما احاطه به علمک. صلى الله عليك يا ابا عبد الله صلى الله عليك يا ابا عبد الله صلى الله عليك يا ابا السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين السلام عليك يا ابا الفضل امداري كربلا السلام عليك يا صاحب الزمان اللهم اجل وليك الفرج اللهم اجل وليك الفرج اللهم اجل وليك الفرج. قبول باشه زیارتتون انشاءالله حاجت روا باشید. ممنونیم از تماستون یا علی مدد و خدا نگهدارتون. الحمدلله رب العالمین. ببینید فرصت ها خیلی سریع میگذره. دو روز پیش هم عرض کردم برای خیلی ها دغدغه بود که ای وای چیکار کنیم، ماه مبارک رمضان اومد، میخواستیم بریم سفر، میخواستیم فلان کار بکنیم و و و و. ملاحظه میفرمایید پیروز بود میگفتیم داره ماه مبارک رمضان میاد، امروز دیگه آخرین روزشه. خیلی سریع میگذره. در حدود یک ساعت و نیم پیش برنامه سلام کربلا شروع شده، گفتیم برای سلام دادن مردم یک ساعت فرصت داریم، انگار چند دقیقه پیش بود و تموم شد. امیدواریم هر جا هستید صحیح و سالم باشید. امیدواریم هر چه زودتر شما رو در کربلای معلا ببینیم. به این میزان فرصت داریم که عرض بکنیم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناصر واجعلنا من خير أنصاره وأعوانه. اللهم لعن الجبت والطاغوت، اللهم لعن أبا الشرور وأتباعه. إن شاء الله زنده باشید و باشیم بتونیم بهترین ها رو در روزهای آینده
خدمت شما بزرگواران تقدیم بکنیم تا یه برنامه دیگه از برنامه های سلام کربلا یا عدیم. شدم غم تو موندم آخرش مردم با پیرن سیاه کفن شدم غم تو موندم آخرش مردم با پیرن سیاه کفن شدم یا حسین کرب و بلا یا حسین کرب و بلا باز ببین اومدم با یه چشمان خیلی جز به گریه کنان آقا اسممو به